همزمان با 47مین روز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و گسترش اعتراضات، تحسن ایرانیان در حمایت از معترضان به جمهوری اسلامی در مقابل کنگره آمریکا وارد دومین روز خود شد. جزئیات بیشتر در گزارش اردوان روز به. حالا پاسی از شب گذشته، کم کم دومین روز تحسن داره به سومین روز وصل میشه. گروهی از ایرانیان که برای رسوندن صدای اعتراضات مردم در داخل کشور مقابل کنگره آمریکا جمع شدن تا سعی بکنن آنچه که در ایران اتفاق میفته رو به گوش سیاستمداران آمریکایی و مردم این کشور برسونن. اونها دارن تلاش میکنن تا با آشنا کردن مردم آمریکا به اتفاقی که در ایران میفته، جلب حمایت بین المللی رو از اعتراضات مردمی در ایران داشته باشن. من در این بخش برنامه سراغ دو نفر از حامیان برنامه رفتم که از ابتدا همراه بودن و میخوام ازشون بپرسم که ما فکر میکنی که از با توجه به از روز اول اینجا بودی، فکر میکنی که نحوه برخورد مردم چطور بوده و آیا به نوعی میشه گفتش که استقبال شده از این حرکت؟ والا نسبت به چیزی که من تو این چند وقت دیدم، مردم بسیار بسیار با امید و یگانگی و همبستگی اومدن و حمایت کردن از همه بچه ها و روز به روز داره تعدادشون میره بالا و این واقعا امیدوار کننده است و نشون میده که ما به زودی به اون هدفی که داریم میرسیم. با توجه به اینکه به عنوان یه حامی دو روز اینجا هستی، آیا غیر ایرانی ها با اتفاقی که داری میفته آشنا هستن یا توضیح هست شما میخوان؟ بله، اتفاقا جالبیش اینه که اونا بیشتر از هر کسی میان از ما توضیح میخوان که این چی هستش و برای چی دارید این کار رو انجام میدید و این واسه ما خیلی جالبه، چون ما میخواییم صدای مردم ایران خارج از کشور باشیم. خوشحالم و امیدوارم که در بقیه این برنامه همراه تو باشیم در شبهای دیگه. اویس، تو یکی از کسانی هستی که من از ابتدای این اعتراضات در منطقه واشنگتن دیدم همراه بودی. به نظر تو چه اتفاقی داره میفته و اصلا تو چرا اینجا هستی؟ خیلی ساده است. من خودم یه ایرانی میدونم در درجه اول و اینکه باید، یعنی یه وظیفه دارم که حتما از هموطنانم که داخل ایران به اون شدت مورد ظلم و ستم جمهوری اسلامی قرار میگیرن خوب حمایت کنم و همین، فقط حمایت، فقط حرف من در مورد ایران. خب اویس، من سوالم اینه، فکر میکنی اون کاری که شما اینجا دارید میکنین، چادری زدید در برابر کنگره و در واقع گروهی زدن و شما دارین حمایت میکنین، واقعا فکر میکنین میتونه این اتفاق رو به وجود بیاره؟ میخوام بدونم تو چی فکر میکنی راجع به این مسئله؟ خب یه چیز که خیلی مهمه اینه که ما باید توجه کل جهان رو به خودمون جلب کنیم و اتفاقاتی که داخل ایران میفته، یعنی باید به گوش همه برسونیم و این مسئله از اونجایی مهمه که ما دوست نداریم که کشورهای غربی دست دوستی با جمهوری اسلامی بدن یا اینکه باهاشون معامله کنن و این خیلی مهمه که تمام معاملاتی که باهاشون صورت میگیره رو به قول معروف ما دوست نداریم ببینیم. روی این حساب ما اینجا جمع شدیم که به دولت‌های غربی بگیم که کمک نخواستیم از شما، یعنی لازم نیست، بچه های ایران همهشون به قول معروف که از پس خودشون برمیان، کمک نخواستیم، فقط با جمهوری اسلامی هیچ معامله ای صورت ندین. همین. اویس و ما دو تن از حامیان تحسن مقابل کنگره بودن. سرمای هوا اگرچه افزایش پیدا کرده ولی بر تعداد جمعیت هم داره افزوده میشه هر لحظه.